أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الرحمن الرحيم الحي القيوم وأتوب إليه. سلام عليكم جميعا ورحمة الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله على حلمه بعد حلمه. الحمد لله على حلمه بعد علمه. والحمد لله على عفوه بعد قدرته. والحمد لله على طول أناته في غضبه وهو قادر على ما يريد. الحمد لله خالق الخلق باسط الرزق فالق الإصباح ديان يوم الدين. اللهم صل وسلم على حبيبك ونجيبك وسفيك وخيرتك في خلقك حافظ سرك ومبلغ رسالاتك بشير رحمتك ونذير نقمتك سيدنا وحبيبنا أبي القاسم محمد. اللهم صل على جميع الأنبياء والمرسلين وصل على جميع الشهداء والصالحين وصل على أئمة المسلمين وهماة المستضعفين وهداة المسلمين. عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله. خداوند بزرگ را بر توفیق حضور در مراسم نماز جمعه سپاسگزاری می کنم، خودم که از همه بیشتر نیازمندم. همه شرکت کنندگان خواهران و برادران را به رعایت تقوا پروا پیشه کردن سفارش می کنم. تقوایی که خداوند خالق هستی ما را به او سفارش کرده، ائمه معصومین پیامبر بزرگوار اسلام بارها به این مسئله مهم و حیاتی سفارش کرده، به دلیل اون که کاربرد این مسئله در زندگی ما بی‌نظیر است. به تعبیر سردار سخن امیر بیان قرآن ناطق امام سفید رویان فرمودن اوصیکم بتقوی الله فإنها غبطة الطالب الراجی. مردم شما را به تقوا سفارش میکنم. هر انسانی که موفق است، هر انسانی که به هدف رسیده، از مسیر تقوا رسیده. هیچ چیزی به اندازه تقوا ما را نمیتواند برای رسیدن به سعادت و خوشبختی در دنیا و آخرت یاری کند. لذا مأموریم به حفظ تقوا که با تقوا از هر گزند در حراست و در حفاظت باشیم. خطبه اول با استفاده از یک تذکر اخلاقی و اعتقادی بحث کار و فقر را در جامعه خودمان و در مجموع نگاهی می اندازیم. دلیلش هم این است که 11 ثور در تاریخ افغانستان، در جنتری افغانستان، روز کارگر است. اگرچه باید در خطبه دوم این بحث دنبال می کردم، در خطبه دوم مسائل اجتماعی فراوان داریم. مسئله نشست دوحه یکی از این موضوعات است. مسئله
شهادت حضرت حمزه علیه السلام که در نیمه ماه شوال یا امروز یا فردا در سال سوم هجری اتفاق افتاده و خطوط روایت از این حادثه و از این خلاصه جریان تاریخی برداشت کنیم و در مسیر زندگیمان با اونها توجه کنیم. شهادت یا وفات حضرت عبدالعظیم حسنی هم هست. یکی دو تا تذکر دیگری که انشاءالله در ادامه بحث در خطبه دوم با اونها میپردازیم. قبل از اون که من وارد بحث از مسئله کار و فقر بشوم، یک تذکر را با استفاده از قرآن و مخصوصا کلمات پیامبر بزرگوار اسلام که همش حرف خدا هست یادآور میشوم. پیامبر بزرگوار اسلام به همه، مخصوصا به افرادی که ارتباط بیشتر با اون بزرگوار داشتن و محل اعتماد حضرت بودن، میفرمودن که کار امروزتان به فردا نیندازیم. اساسا یکی از روش های تربیتی در اسلام، در تربیت اسلامی این است که آدم تلاش بکنه کارهاش به روز انجام بده، با برنامه زندگیش عیار بکنه که کار امروز و این هفته و این ماه به روز دیگر و به ماه دیگر و هفته دیگر نیفته. حضرت فرمودن ابا ذر، چون صحبت های اثنینی و دو نفری بین پیامبر و ابو ذر فراوان است، فرمود که خیلی مواظب باش، بر اثر آرزو کار امروز را به فردا نیفکنی. آدم فکر میکنه که خب امروز گرفتاره، امروز خسته است، امروز مشغله داره، فردا گرفتاریش کم میشه، حالا مجرده بعدا ازدواج میکنه فرصت بیشتر میشه، هوا گرم است بعدا هوا مثلا مناسب میشه، دستم حالا تنگ است بعدا انشالله باز میشه. حضرت فرمود که دلیلش اینه تو امروز به سر میبری، اصلا معلوم نیست ما فردا هستیم یا نه، خیلی استدلال قوی است. فرمود تو امروز هستی، تعبیر حضرت فَإِنَّكَ بِيَوْمِكَ وَلَسْتَ بِمَا بَعْدَ، اصلا فردا معلوم نیست. ای اولا، حالا برفرض که فردا باشیم، خب فردا اگر بودیم کارهای فردا هم هست، امروز اگر کار انجام ندیم اینطوری نیست که فردا کار کمتر مشغله کمتر داشته باشیم. خودمان وقتی مثلا بررسی میکنیم هر چه روزگار ما طولانی میشه نیازها، خواسته ها، مطالبات از ما بیشتر میشه، هم در مسائل شخصی، هم در مسائل خانوادگی، هم در مسائل اجتماعی به این قضیه باید توجه کنیم. نامه ای را که وجود نازنین امیرالمومنین به مالک اشتر، اون انسان ارزشمند و مؤدب که افتخار شاگردی و افتخار سربازی حضرت امیر علیه السلام داشتن و نامه‌ای که حضرت به ایشان نوشتن، الان بخشش در خلاصه جایگاه بلند و شامخ سازمان ملل موقعیت داره، در اون نامه حضرت فرمودن آنچه را از عمر تو باقی مانده است دریاب، به هممان تذکر است. فرمود که فتدارک ما بقی من عمرک، اون چه که از عمر باقی مانده ایره دریاب، برای اینا برنامه داشته باش. ولا تقل غدن و بعد غدین، نگو فردا پس فردا. ما خیلی وقتای مسائل به شخص ارتباط میدیم، این مسائل مربوط به شخص نمیشه، مربوط به زندگی جامعه انسانی میشه. مدیر مسئول و دلسوز، جایگاه‌دار در جامعه باید متوجه باشه
هر لحظه و هر ساعتی که فرصت از دست میره یک خسارت جبران ناپذیر است. با ورود به این مقوله خواستم بحث را که شروع میکنم یک پایه اعتقادی و اخلاقی داشته باشه. در مسائل اجتماعی بسیار استفاده از فرصتها سرنوشت ساز است. یک لحظه غفلت فرصت را از دست دادن را به میزان نامعلوم از مسیر حرکت ما دور میکنه، هدف را دور میکنه و ما را از رسیدن به هدف باز میدارد. حضرت زین العابدین علیه السلام در قالب مناجات، گاهی تذکر است، گاهی تبلیغ است، موعظه است، گاهی در مقام مناجات است، یعنی مسئله خیلی مهم است، با خدا صحبت میکنه، میفرماید خدایا و اعنی بالبکای علی نفسی، خدایا مرا برای گریه بر خودم یاری کن. بالبکای علی نفسی، گریه بر شهادت حضرات معصومین ارزش داره، اما حضرت میفرماید مرا برای گریه کردن بر خودم یاری بکن. فقط افنی تو به تسویف و الامال عمری، من عمرم را به اینه که کار امروز فردا انجام میدم، اینه خلاصه در واقع بخشی از عمرم از دست دادم، فنا کردم. افنی تو بالتسویف و الامال عمری و قد نزلت منزلت الآیسین من خیری. آدم میگه فردا وقتی فردا میایه کار انجام نمیده آخرش ناامید میشه. همه اینا تذکر است برای این که ما یک آمادگی برای استفاده از فرصتها داشته باشیم. مسئله ای را که در خطبه اول لازم دانستم مطرح کنم مسئله کار است، مسئله مبارزه با فقر است، مسئله رسیدن به عزت و به یک آرامش است که متاسفانه خیلی جامعه ما در این شرایط با این مسئله گرفتار است. نقل میکنن پیامبر از غزوه تبوک برگشت، جنگ هایی که پیامبر خودشان حضور پیدا میکردن از نظر اصطلاح تاریخ اینا رو میگن غزوات، سرایا یا سریه به اون جنگایی است که گفته میشه که خود حضرت حضور نداشتن نماینده و کسی را اعزام میکردن. در غزوه تبوک حضرت وقتی رفتن برگشتن وارد مدینه شدن، عده‌ای به استقبال حضرت آمدن، استقبله سعد الانصاری، یک گروهی آمد از جمله سعد انصاری آمد به استقبال پیامبر، فصافه اون نبی، پیامبر بایش دست داد، مصافحه کرد. همطوری که با پیامبر دست داد دستاش خیلی زبر بود، یعنی خلاصه معلوم بود این دستا عادی نیست. خب تعداد زیادی با پیامبر دست دادن، اما در بین دستا پیغمبر دست سعد انصاری رو بیشتر فشرد. سوال کرد که ما هذا الذی، ای چیه که در دستات اینطوری حس میکنم؟ در جواب گفت یا رسول الله، من تناب زیاد کشیدم و بیل زیاد دستم گرفتم، یعنی کار کردم. بعد گفت که فانفقه علی عیالی، من با تناب، حالا کسایی که سابقه دارن مثلا وقتی آدم میخواد باری را به چیزی بار بکنه، قدیما مثلا با تناب این بارا را جمع میکردن، خودش یک هنریه، یک تخصصیه، این دستا سرش فشار میایه. گفت یا رسول الله، من با دستام از تناب استفاده میکنم، بار حمل و نقل میکنم، به حیوان میگذارم، این دستام در اثر بیل زدن و تناب کشیدن اینطوری شده. دقت کنین، فقبل یده رسول الله، تا حضرت این سوال کرد و او جواب داد، ببینین پیغمبر این دست بوسید. فقبل یده رسول الله، بعد فرمود که هذه يد لا تمسها النار، این دستیه که آتش سراغش نمیآید. لا تمسها النار، دست استاد بوسیدن مهمه، دست پدر بوسیدن مهمه، زیارت
اعتاب آلیات را بوسیدن، مکه و مدینه را بوسیدن، اما اینا ثواب داره. هم همین پیغمبره که ما برای زیارت قبرش میریم، دست کارگر میبوسه، بعد میفرماد این دست است که آتش به این نمیرسه. باید یک رهبر به این فکر باشه که چطوری زمینه یک کار برای مردمش فراهم بکنه. یک والی، یک مدیر اداره، یک خلاصه شخصیتی که در شهر حضور داره به این شیوه فکر بکنه که بابا پیغمبر ما دست کارگر میبوسه، حالا ما چقدر منتظر باشیم که جامعه جهانی با ما کمک بکنه. اصل اسلام اینه، لیس للانسان الا ما سعا. هنر این است که وقتی یک کسی در یک شهری جایگاه پیدا میکنه، ببینیم چقدر زمینه کار کردن فراهم میشه. کشاورزی، کار، ساخت، تولید، صنعت. اسلام یک دیدی کلان و بلند جهانی داره، انسانی داره. دیگه نگیم کی است، از کدام قبیله است، از کدام تیره و طایفه است. به خدا حقیقت اسلام این است، وقتی سرت رو مر میگذاری، به سجده میگذاری، میگه که خدایا خلاصه به من و ایال من کمک بکن. اگر تنها زن و بچه خودت به ذهنت باشه، اموقدر ارزش داری. یا خیر المسئولین و یا خیر المعطین، ارزقنی و ارزق ایال من فضلک، به من و به خانوادم روزی بدی. اگر مفکورت این باشه که همه مردم ایال من است، به همون اندازه کار میکنی. اگر فکرت بچرخه روی زن و بچه خودت، تو به همون اندازه فکر میکنی. پیغمبر دست سعد انصاری را بوسید، او جمله را فرمود: هذه يد لا تمس النار. من خواستم با استفاده از این روایت این بحث خدمت شما رو بیشتر دنبال بکنم. خب در تقویم افغانستان در جنتری 11 ثور روز کار و کارگر اعلام شده. حالا چرا این روز روز کار و کارگر اعلام شده؟ اگرچه به اصطلاح اصلش به خاطر یک تحول بوده که در 1886 میلادی، خب مردم در تاریخش می نویسن که کارگرها حدوداً 14 ساعت کار میکردن. بعضی جاها وقتی شرایط کار بده، صاحبای کار ثروتمندا فشار میارن، 14 ساعت کارگرا کار میکردن، حقوق خیلی پایین بود. خب مردم اعتراض کردن، در آمریکا هم ساعت کار بالا بود، زیاد بود، مزدا کم بود. بالاخره این ثبت تاریخ شد. مهم نیست که این تحول در کجا به دنیا، یعنی به وجود آمده و این چطوری اسم گذاری شده، مهم این است که یک تحولی پیش آمد، اسمش شد روز کار و کارگر. حالا در تاریخ افغانستان، در جنتری افغانستان هم ثبت شده. مهم این است که ما یک زمینه ای را فراهم بکنیم، با فقر مبارزه بکنیم. در همین گزارش هایی که در ادامه خلاصه نشست دوحه شنیدیم، واقعا یعنی یک شوکی به انسان وارد میشه. خیلی ها گزارش دادن 90% مردم گرفتار فقرن. خدا نکنه این واقعیت داشته باشه و ما امیدواریم که اطلاعاتشان ضعیف باشه. اگر این واقعیت داشته باشه خیلی خلاصه مشکله. بعضی ها آمار بالاتر هم گفتن. از نظر اسلام یک فقر که ما باید اون فقر را حس بکنیم و داشته باشیم خوبه. یا ایها الناس انتم الفقراء الی الله والله هو الغنی الحمید. مردم شما نیازمندین، غنی و بی نیاز ستوده خداست. اینه که ما در هر لحظه احساس نیاز با خدا داشته باشیم خوبه. وقتی پول داریم، وقتی سالمیم، وقتی قدرتمندیم، وقتی خلاصه قدرت
ارتباط من بالاست، و لحظه هرچی احساس نیاز و فخر بکنیم این ما را برای ارتباط با مردم و خدمت به مردم بیشتر آماده میکنه. از این فخر که بگذریم، فقر که ما به دیگران نیاز داشته باشیم، این فقر در اسلام ستوده نیست. اگرچه باز هم اسلام داروهای خوبی داره، میفرماید در مسائل اقتصادی از خودت بالاتر نبین. چرا؟ چون اذیت میشی، پایینتر از خودت ببین. اما این به این معنا نیست که ما برای مبارزه با فقر آمادگی نداشته باشیم. خیلی فقر بد است از نظر اسلام. از نظر اسلام فقر زمینه های خیلی از ضعف ها و مشکلات را فراهم میکنه. زیاد در روایات و در آیات قرآن بحث کار مطرح است. حدود 400 آیه در قرآن انسان را تشویق میکنه، جامعه را تشویق میکنه به کار و تلاش و برنامه ریزی. اینطوری نیست که آخرت فقط با آرزو باشه. من اراد الاخره، کسی که دنبال آخرت است، و سعا لها سعیها، برای آخرت کار میکنه، و هو مؤمن. اون آیه شریفه رو بارها خوندیم، همه شما بلدین، درباره انفاق. تلاش بشه در جامعه دست دهش باشه، عزت بخشش گره خورده به غنا و بی‌نیازی از دیگران. در همین نماز جمعه اون آیه شریفه ای که همیشه از باب تذکر خوانده میشه، فاذا قضیت الصلاة فانتشروا فی الارض، نماز خوندین برین دنبال کار، فی الارض وابتغوا من فضل الله. حضرت امیر علیه السلام که در آغاز خطبه عرض کردم سخنش حقیقت قرآن است، قرآن ناطق است، فرمود که فقر سرچشمه عیوب بزرگی است. خیلی از مشکلات از فقر نشأت میگیره. حضرت به فرزندشان به عنوان یک راه سعادت و خوشبختی فرمود که اگر انسان فقیر شد، اگر صادق باشد، به حرفش گوش نمیدن، میگن آقای فقیره. آدم فقیر راستگور مردم دروغگو مینامن. اگر زاهد باشد، مردم میگن این جاهل است. فرمود کسی که به فقر مبتلا شود، به چهار خصلت و عیب بزرگ مبتلا میشود: ضعف در یقین، خود فقر یقین انسان را ضعیف میکنه، نقصان در عقل، کمبود در دین، و آخرش که خیلی مهم است، یکی از بهترین ارزش های جامعه حیا است. فرمود انسان فقیر کم کم کارش به جایی میرسه که دیگه حیا و در واقع این سرمایه بزرگش هم از دستش میره. امروز هم ما شاهدیم بخش عظیم از مشکلات اجتماعی خلاصه از همین فقر نشأت میگیره. امیدوار هستیم که با یک برنامه ریزی، با یک دلسوزی، با یک حوصله مندی به فکر مبارزه با فقر همه مردم کشور باشیم. و والله اگر این فکر زنده شود در جامعه، در اداره، در حکومت، در مکاتب، در دانشگاه ها، در تجارت خانه ها با این روحیه فکر بشه، یقین داشته باشین زود اثر میکنه. خیلی عجیبه، ائمه ما فرمودن اگر یک مردم آب داشته باشه، خاک داشته باشه، من وجد ما ان و ترابا، آب داره خاک داره بازم فقیره. ای از خدا دوره. مردمی که آب داره، کشوری که آب داره، خاک داره، بازم فقیره. حضرت امیر فرمودی از خدا دوره. بیاییم یه فکر کلانتر بکنیم.
راه وجود داره. از دوری منزل مرا واعظ مترسان اونقدر. چرا مدیریت ها با اون ظرفیتی که باید باشه نیست؟ زیاد وقت عزیزان نگیرم، در کل یک اشاره کوتاه میکنم به اینه که عوامل فقر در کشور ما چیست. یعنی دکتر تا عامل مریضی را نفهمه نمیتونه درمان بکنه. اگر مثلا آزمایش میگیره، اگر عکس میگیره، اگر زمینه های قبلی را برای درمان فراهم میکنه، برای شناسایی اون ویروس و اون عامل مرضه، اگر عامل شناسایی شد بعد راه درمانش پیدا میشه. سه عامل، سه چیز در فقر در همه جا مخصوصا در افغانستان خیلی اثر داره. اگر این سه تا رو بشناسیم با اینا مبارزه بکنیم، انشالله جلوی این پدیده شوم و این مرض کشنده و مهلک انشالله گرفته میشه. یک عامل سیاسیه. اگر سیاست گذاری ضعیف باشه در نظام یک جامعه، در نظام یک کشور، این سیاست ضعیف باعث حرکت ضعیف میشه، باعث حرکت ناموزون میشه. حاکمان چون بر اساس اون سیاست حرکت میکنن، ضعیف حرکت میکنن. حرکت ضعیف مسئولین و حاکمیت باعث میشود مردم، آحاد جامعه ضعیف حرکت بکنه. تاجر نمیتونه قوی حرکت بکنه، دانشگاه نمیتوانه قوی حرکت بکنه، تولید، صنعت، نوآوری ها نمیتواند سالم حرکت بکنه. اما اگر سیاست برنامه ریزی، یک سیاست حقیقی، یک سیاست بر اساس واقعیت نیاز باشه، این سیاست حرکت جامعه و سیاست گذاران را در واقع مدیریت میکنه. این عامل خیلی مهم است، به اندازه مهم است که قرآن میفرماید ان الملوک اذا دخلوا قريه افسدوها وجعلوا اعزه اهلها اذله. واقعا ما نیاز به فهمیدن قرآن داریم. چقدر زیبا بیان میکنه، میفرماید که هرگاه انسان هایی که در برنامه ریزی ضعیفن وارد منطقه شدن و مسلط شدن، اگر صالحانه کار نکنن، عناصر مفید جامعه را بیکار و از چرخه تولید به چرخه مصرف قرار میدن. عوض این که نیروهای با استعداد اینها زمینه پیشرفت یک شهر و مملکت و مردم و ولایت فراهم بکنن، اینا میشن نیروهای مصرفی. تعبیر قرآن اینه و جعل و اعزت اهلها اذله. اونایی که دیروز یک دوستی داشتم، نمیدونم امروز هست یا نه، همسفر حج من بود، خیلی تخصص بالایی داشت، دیدی شاید یک ساعت کمتر با هم دیگه صحبت کردیم، البته خلاصه ما احترام خاصی هم نتونستیم. بعد دیدم خیلی مستعده در ساخت، میگفت که من شیوه ساخت بلدم که یک متر مربع 50% کمتر از شیوه های متداول هزینه میبره و باری را که حمل میکنه به مراتب خلاصه بیشتره. در مقابل زلزله تا 15 ریشتر استحکام داره. خب ما اینجور نیروها را باید پیدا بکنیم، کار به اینا بسپاریم. حالا من در حد یک حرفی که شنیدم مطرح میکنم. قرآن میفرماید اگر سیاست ضعیفی باشه، اونی که به دیگرها باید کمک بکنه خودش میشه یک نیروی مصرفی. این که آمار فقر میره بالا، یعنی همین. دومش ساختار است. عامل دوم عامل ساختار است. اگر حاکمیت، اگر مسئولیت بر اساس یک سیاست ناسالم، چوکات و ساختار نظام اشتباه طراحی شد، همین ساختار ادامه پیدا میکنه. همون تعبیر معروف خلاصه خشت اول اگر
کج گذاشته میشه، هرچی دیوار بالا بره این کجی بیشتر میشه. اگر خلاصه سالم و با دقت برگزار بشه، یقینا این معماری که در جامعه خیلی مؤثر است، اینم جلوش گرفته میشه. از اون عامل سیاست و عامل ساختار که بگذریم، عامل رفتار است. خب وقتی اونا ضعیف بود، معمولا برخوردم ضعیفه. این رفتار ضعیف که طراحیش ضعیف است، بنیادش ضعیف است، در بدن خلاصه نظام، در لایه های نظام امکان مسیر اشتباه را فراهم میکنه. بعد در هر جا میبینیم یک زمینه برای فساد پیدا میشه، یک زمینه برای فقر پیدا میشه و جامعه روز به روز به سمت فقر و نیازمندی حرکت داده میشه. امیدواریم که با دلسوزی، با احساس مسئولیت، با نگاه دلسوزانه که خلق خدا عیال خداست، الخلق کلهم عیال الله، همه مخلوقات خدا خانواده خداست، چه رسد که ما در یک کشور زندگی میکنیم. الحمدلله همه مسلمانیم، همه قرآن قبول داریم، همه من آخرت قبول داریم، همه من بهشت و جهنم قبول داریم. ما اینا را یک خانواده بدانیم و انشالله برای مبارزه با این فقر که واقعا اذیت میشیم. فکر نکنم انسان بیدار و با وجدان باشه که این شرایط بشنوه و نسوزه. ما یک جامعه واقعا شایسته این گونه زندگی نیستیم با این منابع بزرگی که داریم، با این استعدادهای درخشانی که داریم. ما باید جلو این معذله را بگیریم. خدایا هم در این مراسم بزرگ و معنوی، تعارف نیست، جلسه ای که در جمعه در مصلاها برگزار میشه، یقین داشته باشین بر اساس خلاصه اون چی که حقیقت است، میبینین شما یه جلسه عادی نیست. امروزی که شما اینجا آمدین در این هوای گرم، میدونم خیلی زمینه رفتن به سیاحت و بالاخره و استراحت فراهم است و ایجاب میکنه. این جلسه با این سختی که فراهم میشه، امنیتی که مسئولین میگیره، نیروهای امنیتی میگیره، ستاد نماز جمعه میگیره، دل سوختگان میگیرن. خدایا ما وقتی این بحث اینجا مطرح میکنیم، معناش اینه که درد داریم، سوز داریم. خدایا در این لحظات استجابت دعا، عاجزانه از مقام ربوبیت میخواهیم خدایا این فقر، این مشکلات کشنده را از جامعه ما ریشه‌کن بگردان. آمین. به همه ما، به حاکمیت ما، خدایا به شخصیت هامان، به بزرگان ما، به زعما ما توفیق بیشتر عنایت بفرما. آمین. زمینه بیداری، دلسوزی، هوشیاری، اخوت و حفظ و حراست از مرزهای عزت را بیشتر به جامعه ما فراهم و مهیا بگردان. ما را با استفاده از راهکار قرآن، اخلاق پیامبر و تربیت شدگان پیامبر در مسیر ساختن و آماده کردن یک جامعه خدایا عزیز و مقتدر یاری بفرما. عزیزانی که با حضورشان در این مراسم و سایر برنامه ها به عزت و شکوه اسلام و باورهای عمیق قرآنی و اعتقادی خدایا یاری میکنند و دنیا و آخرت اینها را عزیز بگردان. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذين آمنوا و عملوا الصالحات و تواصوا بالحق و تواصوا بالصبر. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله
الصلاة والسلام على محمد رسول الله وعلى علي أمير المؤمنين وعلى الصديقة الطاهرة وعلى الحسن والحسين وعلي ابن الحسين ومحمد ابن علي وجعفر ابن محمد وموسى ابن جعفر وعلي ابن موسى ومحمد ابن علي وعلي ابن محمد والحسن ابن علي والحجة الخلف الصالح. أئمة المؤمنين، بار دیگر خودم و همه شما عزیزان را به رعایت تقوا پرواپیشه کردن سفارش میکنم، همون گونه که هممون معتقدیم نماز جمعه که ذکر مطلق معرفی شده اذا نودی للصلاة من یوم الجمعه فاسعوا الى ذکر الله، ما در قرآن چند تا فتح داریم، فتح مبین، یک فتح مطلق. اینجا نماز جمعه ذکر مطلق است. از نظر قواعد اصولی میگویند مطلق به فرد اکملش در واقع میرسه، انصراف پیدا میکنه. اذا نودی للصلاة من یوم الجمعه فاسعوا الى ذکر الله، یعنی فرد کامل ذکر خداست. چرا؟ چون یک برنامه بسیار عظیم و مهم هست. به همین دلیل باید مطالبی که به نفع جامعه هست در این ذکر مطلق مطرح شود. اولین مسئله ای را که یادآور می شوم، در نماز جمعه مجلسی بود که روزهای گذشته ما شاهد برگزاریش در دوحه بودیم، یعنی جلسه ای در دوحه برگزار شد که رئیس سازمان ملل با حضور 25 کشور و نهاد بین المللی این جلسه را برگزار کرد درباره افغانستان. خب زیاد من به جوانب این مسئله نمی پردازم، چون هم شرایط ایجاب نمی کنه و هم به همه زوایاش من شاید احاطه نداشته باشم یقینا. لذا اون بخشی را که مربوط به جایگاه نماز جمعه میشه و من به عنوان یک افغانستانی، یک مسلمان، یک دلداده و عاشق به این سرزمین، یک سرباز حامی عزت و سربلندی این سرزمین و یک عضو دردمند این کشور، از اون منظر این بحث دنبال میکنم. خب اینه که یک نماینده خاص از کشور ما اونجا نبود، این خودش یک سوزه و باید میبود. اینه که در اجلاس یک نماینده مستقیما از افغانستان حضور نداشته، این یک در واقع دردی است که انسانهای دردمند و هوشیار حس میکنند. انشاءالله ما یک روزی برسیم که اگر درباره کشور ما مجلس برگزار میشه در رأسش یک افغانستانی باشه، یک صاحب این سرزمین، نه صاحب شخصی، نماینده این 40 میلیون جمعیت اونجا حرف بزنه. حالا این شرایط فعلا نیست. دلیلش چی است؟ یقین دارم دلیلش توطئه‌گران است. توطئه است که سالها قبل در این سرزمین شروع شده و امروز به اینجا رسیده. منتها مهمترین دستاورد و مهمترین خدمت شما عرض میشه که نتیجه ای که این نشست داشته این است که رئیس سازمان ملل آقای گوترش در خلاصه صحبتش گفت هدف از این نشست ایجاد یک راهکار مشترک بین المللی برای رسیدگی به اوضاع افغانستان. یعنی گفت که ما دنبال اینیم که همه
کشورهایی که درباره افغانستان در واقع دغدغه دارن یک راهکار بین المللی را برای رسیدگی به اوضاع افغانستان پیدا بکنیم. چطوری برنامه ریزی بکنیم؟ مشکلاتی که در افغانستان است، حضوری که گروه های عراس افغان، مثلا ساختار فراگیر، اوضاع حقوق بشری، اوضاع خدمت شما عرض بشه که زنان و دختران اینها را ما بتانیم مدیریت بکنیم. البته گروه ها هر کدامشان کشورها این نهادهای بین المللی یک حرفی داشتن، گفتن نه آقا با هم میخوایم یک راهکار مشترک پیدا بکنیم. من صحبتم را اینجا خلاصه از قالب این گزارش عوض میکنم به اون چه که وظیفه مردم افغانستان، امارت اسلامی با استفاده از این فرصته. من یقین دارم فشارها زیاد سر ما، هم سر خلاصه حکومت سرپرست، هم سر جامعه افغانستان. خب مسائل تحریم معلومه، اینه که روز به روز اوضاع اقتصادی و تجاری داره پایین میاد. من اینا رو فقط اینطوری نیست که از گزارشات و از سایت ها بخوانم، خب با مردم هم ارتباط دارم، با مغازه‌دارا، با تاجرا، با دکاندارا، با آحاد مردم. یک فرصت فراهم شده به عنوان، عرض کردم، یک افغانستانی مسلمان خلاصه عاشق به افغانستان و امنیت و حاکمیت مقتدر و سربلند افغانستان. عرض میکنم از همین فرصت باید استفاده بکنید، یعنی از همین فرصت که الان جامعه بین المللی آمدن، شعارشان اینه که ما میخوایم یک راهکار برای رسیدگی به اوضاع افغانستان پیدا بکنیم، راهکاری که همه او را قبول داشته باشه. امروز باید از این فرصت استفاده بکنیم. ما وقتی به آموزه های دینی ما نگاه میکنیم، پیغمبر ما میفرماید اگر یک در از خیر بر روی کسی گشوده شد، باید از او در استفاده بکند. امروز بیم حقیقت عدالت نمیشه خلاصه با بی توجهی، با بهانه دست دشمن دادن. خب همه اینها که آمدن اونجا دوها نشستن، همشان معلوم نیست دلشان به ما بسوزه، و اونا پول لازم دارن، اونا هم کار لازم دارن برای خودشان. ما بیاییم استفاده بکنیم. میدونین در اون نامه‌ای که خدمت شما عرض بشه، نماینده های پیامبر در حبشه نوشتن، برخورد کردن، چطوری برخورد کردن؟ کار به جایی رسید که به امیرالمومنین گفتن که ننویست. وقتی حضرت نوشت که این نوشته پیامبر خداست، گفت ما قبول نداریم. حضرت فرمود که اشکال نداره ننویست فرستاده خدا. گفت یا رسول الله من دستم حرکت نمیکنه. حضرت فرمود شرایط ایجاب میکنه. با تدبیر، با دوراندیشی باید به پیروزی برسید. من خواهشم این است و به عنوان یک نیروی فکری کشور، حدود نزدیک 18 سال است به برکت الطاف الهی، خلاصه هفته یک بار در یک جمع کلام صحبت میکنم و این یقینا انرژی قرآن است و الا خلاصه انرژی معمولی نمیتونه اینقدر دوام بیاره. من خواستم این است که همه ما آحاد ملت افغانستان از بالاترین شخصیتی که در این کشور اعتبار و جایگاه داره تا آخرین عضوش، بیاییم از این فرصت استفاده بکنیم. همه را با هوش، با دلسوزی، با برادری خلاصه مهار کنیم و الا فرصت از دست بره، بهانه گذاری میشه، بهانه ها بلند میشه، میگه آقا خودتان بودین که استفاده نکردین. الان دیدین یک عده کسایی که عمری آمدن از افغانستان چریدن و خلاصه چاق شدن رفتن، باز میگه آقا گفتگوی بین الافغانی، باز تاوان به گردن ما میگذارن. من عرضم و خلاصه صحبتم این است که دبیر کل سازمان ملل در صحبتش گفت تعامل با حکومت سرپرست
با ما تعامل میکنیم. بعد گفت سازمان ملل توانایی هایش را برای به گونه منسجم برای رسیدگی به اوضاع افغانستان به کار خواهد برد. ما امیدواریم با سیاست خلاصه آرام و هدفمند و همه جانبه از این فرصت پیش آمده انشالله مردم ما، جامعه ما، دولت سرپرست و امارت اسلامی استفاده بکنه و بهانه ها را از دست همه اونهایی که دنبال تطمیع هستن، دنبال سرمایه های افغانستان هستن، باور کنین ما سر گنجیم. همه قبول دارن آهن که ما داریم، مسی که ما داریم، گاز که ما داریم، اما با رنج داریم زندگی میکنیم. چرا ما سر گنج این همه رنج بکشیم؟ و این شده نیست. زیاد وقت جلسه و نماز جمعه را نگیرم، عرض تسلیت دارم به مناسبت، به دو تا مناسبت. یکی وفات حضرت عبدالعظیم حسنی، شخصیت بزرگ که وقت عقائدش را محضر امام هادی علیه السلام اظهار کرد، حضرت او را تأیید کرد. این شخصیتی که زیارتش در روایات زیارت آقای امام حسین علیه السلام معرفی شده، خیلی این شخصیت زحمت کشید برای معرفی اهل بیت در شهر ری. مدتها خلاصه ناآشنا در اونجا زندگی کرد. وقتی از دنیا رفت، انگام غسل دادن در لباس او نوشته ای را یافتند که نسب شریفش را در اون لباسشان نوشته بودند. بعد متوجه شدند که چه نسبتی داره و چه شخصیتی داره. علی کل حال این شخصیت بزرگ که امروز یا 15 ماه شوال وفاتش از تسلیت عرض میکنم. من یک اشاره کوتاهی هم داشته باشم، عرض کردم مطالب دیگری هم هست، بعد به شهادت حضرت حمزه بپردازم. یکی از بهترین راه‌ها برای رشد جامعه تجلیل و تعظیم شخصیت‌های اثرگذار است. پیغمبرم فرمود وقروا کبارکم، بزرگانتان تکریم بکنین. اساسا اسلام خیلی دینی جامعه است. می فرماید به بزرگ قوم، به بزرگ هر قوم احترام قائل بشین. اکرم و کریم کل قوم، بزرگ هر قوم را احترام بکنین. تکریم بزرگ هر قوم در واقع احترام به اون قوم است و اسلام از این مسیر خیلی اهداف بلند را به دست آورده. الحمدلله این قضیه گهگاهی در کشور ما دیده میشه. دیروز پنجشنبه تجلیل از شخصیت بزرگ و واقعا اثرگذار در جامعه اسلامی و در جامعه ولایی در افغانستان، حضرت آیت الله میر سید علی اکبر حجت در کابل بود که بنده حقیرم قرار بود در اون جلسه شرکت بکنم، اما به دلیل مشکلات و برنامه‌های کاری نتوانستم شرکت بکنم. حضرت آیت الله حجت رضوان الله تعالی علی شخصیت بسیار مؤثر در معرفی اهل بیت علیهم السلام، پیروان اهل بیت علیهم السلام، و در ادامه این رشد و بالندگی آثار تربیتی ایشان محسوس است. شخصیتی که توانست با حضورش در حوزه علمیه نجف به مقامات عالی برسه و در واقع مورد تایید مراجع بزرگ مثل مرحوم اصفهانی رضوان الله تعالی علیه، آیت الله سید ابوالحسن اصفهانی، و همینطور مورد تایید شخصیت های دیگر قرار بگیره و اجازه فتوا و نقل حدیث داشته باشه مثل مرحوم آغازی های عراقی که خیلی شخصیت بزرگ است. از همه مهمتر ایشان شاگردای زیادی را تحویل جامعه داد. کارش به جایی رسید که خیلی از بزرگان اهل سنت، علمای بزرگ آمدن در محضر ایشان خلاصه مطالب علمی را یاد گرفتن. محصول اون اخلاص و اون عمق و اون پایداری شاگردای بزرگی بود که من نمیتونم نام ببرم، از جمله حضرت آیت الله سید سرور واعظ
که افتخار خلاصه حوزه علمیه نجف شد، که یکی از شاگردان مبرز حضرت آیت الله خویی مرحوم آیت الله واعظ بود که بخشی از درسای خارجی آیت الله خویی رضوان الله تعالی علیه ایشان تقریر کردن، الان هم قابل استفاده است. و همینطور مرحوم شیخ محمد علی مدرس کابلی و ده ها شاگرد دیگر، ما هم به روح و روان و خلاصه به عظمت این شخصیت از اینجا از جایگاه نماز جمعه خلاصه درود و رحمت میفرستیم و امیدواریم که این مسیر کما فی السابق انشاءالله پر رهرو باشه. آخرین صحبت، نیمه ماه شوال مصادف است با شهادت حضرت حمزه سید الشهدا. خیلی دوست دارم که آخر نماز جمعه را امروز با یاد حمزه سید الشهدا، با اون سوز و خلاصه نجوایی که پیامبر در مصیبت این شخصیت داشت معطر کنم. میدونین جنگ احد در سال 3 هجری اتفاق افتاد، در این جنگ 70 نفر شهید اسلام داد، یکیش حمزه بود. تعداد کسانی که در این جنگ همراه پیغمبر بودن نقل میکنم 1000 نفر بود، 300 نفر برگشت به دلایل خاصی که حالا لازم نیست من مطرح کنم، 700 نفر موندن. اما دشمنان اسلام هم میگن تا 5000 نفر بود، 3000 معروفه، 4000 هم نوشتن، 5000 هم نوشتن. تعداد کشته های دشمن کم بود، 22 تا 28 نفر، بیشتر نقل نشده. اما تعداد شهدا را 70 نفر نوشتن. دلیل این در واقع کثرت شهدا همون بی‌نظمی و دقت نکردن بود که پیغمبر فرموده بود شما این جایگاه حساس رها نکنید. وقتی مسلمان ها پیروز شد، یک عده به طمع غنیمت اون موقعیت حساسه که در احد بود رها کردن، دشمن از او خالیگاه استفاده کرد و کار به جاهای سخت کشنده شد. اینجا بود که دندان پیغمبر آسیب دید، صورت پیغمبر مجروح شد. در اون صحنه خیلی خلاصه شرایط حساس بود. پیغمبر با آقا امیرالمومنین که خیلی دفاع کرد از پیامبر، فرمود که از ملائکه به نام رضوان دارم میشنوم که میگوید لا سیف الا ذوالفقار ولا فتا الا علی، شمشیر جز ذوالفقار نیست و جوانمرد جز علی نیست. بگذاریم، در این حادثه یکی از شهدا جناب حمزه بود. حمزه هم عموی پیامبر بود و هم از یک خانم به نام سویبیه با پیغمبر با هم دیگه شیر خورده بودن، یعنی برادر رضایی پیغمبرم بود. وقتی به شهادت رسید، شهدا در اسلام همشان ارزشمندن، اما حمزه ویژگیش اینه که خیلی از پیغمبر دفاع میکرد. وقتی شهید شد، سینه حضرت حمزه را شکافت. در احد خیلی جراحت بر بدن حمزه وارد کرده بودن، از جمله سینه را شکافته بودن، جگر حمزه را هم در آورده بودن. پیغمبر وقتی آمد این صحنه را که دید، به حضرت گزارش دادن که یا رسول الله، خواهر حضرت حمزه عمه شما صفیه داره میآید. حضرت فرمود که یک کار بکنید نیاید. دیدن خواهر این صحنه را باعث میشه اشک بریزه و بر روح مجاهدین اثر میگذاره. وقتی خبر دادن به پیغمبر، گفتن یا رسول الله، صفیه خواهر حمزه عمه شما میگه که من میایم، بدنه میبینم، اجازه بدیم، دلم آرام نمیگیره، اما قول میدم گریه نکنم، ناراحتی نکنم، بیتابی نکنم. تاریخ مینویسه سه خواهر بالای بدن سه برادر آمدن، یکی صفیه بود. پیغمبر خودش همه چی رو کنترل میکنه، حضرت میفهمید که صفیه بیایه بیتابی میکنه. قد حمزه بلند بود، پیغمبر عبا را کشید انداخ روی بدن حمزه، او قسمت هایی که سینه مجروح بود، زخم بود، اونا را پوشان. دید بدن بلند، پاها بیرون میمونه، یه مقداری خلاصه از بیابان خار و گیا پیدا کرد که این پاها هم پوشانده بشه. باز وقتی صفیه آمد بیتابی کرد، پیغمبر کمکش کرد.
عمر ابن عبدود وقتی به دست حضرت علی کشته شد، خواهرش آمد، خب در جنگ خندق کشته شده بود، هیچ کس حریفش نبود، از بس صدا زد بیاین بیاین، کس نیامد، گفت خب من که عقیده به بهشت و جهنم ندارم، شما که به بهشت عقیده دارین چرا نمیایین؟ هر که خلاصه صدا را میشنید عکس العمل نشان نمیده. آقا امیرالمومنین وقتی رفت، حضرت پیغمبر فرمود که کل اسلام در مقابل کل کفر قرار گرفته. وقتی رفت خلاصه او را نابود کرد، خواهرش که به بالین آمد دید زریح قیمتی عمر ابن عبدود کنارشه، هیچ خلاصه دستبرد زده نشده، فقط برادرش کشته شده، اونم خلاصه با نیروی شمشیر که خیلی ماهرانه بعد از اونی که به حضرت حمله کرد حضرت او را نابود کرد. بعد گفت که من گریه نمی کنم. خب دلیلش اینه که هر کس برادر ما کشته مردم و معلوم مرد جوان مردی بوده، این دومین خواهری که آمد بالای بدن برادر. در احد پیغمبر خیلی هوای صفیه را داشت که صفیه اذیت نشه. وقتی هم آمد مدینه دید خانه ها گریه میکنن، فرمود که عمویم حمزه گریه کننده نداره، خودش و زهرا و اهل بیت و اصحاب خلاصه خانم ها رفتن شروع کردن به گریه کردن. اما سومین خواهری که آمد بدن برادر دید، زینب کبرا سلام الله علیها، معمول نیست در نماز جمعه روزه خونده بشه، یا صاحب السما ما خیلی خسته، ما خیلی گرفتاریم، خدایا کجا بریم؟ این خواهر آمد، تنها بدن برادرش پاره نبود، تنها سینه حسین یه زخم نداشت، معروف زخم از ستاره بر تنش افزون حسین دوست. نمیدونم اینا حقیقت تاریخه. خود زینب هم تعجب کرد، آیا تو حسینی؟ آیا تو برادر منی؟ آیا تو پسر مادر منی؟ آخه لباس نباشه، سر نباشه، بدنم اون همه جراحت داشته باشه، شناختن سخت است. خلاصه وقتی بی بی شناخت، دختر آقا که آمد سوال کرد عمه با کی حرف میزنه؟ فرمود این بدن پدرت حسین است. خدایا اونجا زینب چی کار کرد؟ فقط بلند شد صدا زد یا رسول الله، آزا حسین مرمل به دما مقطع الاعضا، این حسین توست، بدنش غرق در خون است، اعضا قطع قطع شده و دختران تو به سمت اسارت می روند. خدایا به عظمت حمزه سید الشهدا، به عظمت سید الشهدا که شفاعتش امید همه ما هست مثل شفاعت خودت، خدایا به عظمت این شهیدان بزرگ و رهروان این راه فرج آقا و مولای ما صاحب الزمان برسان. حوائج اون آقا، حوائج همه ملتمسین، اونایی که التماس دعا کردن و مد نظرن، همه را عاجل روا بگردان. آمین. خدایا امنیت کشور ما را کامل تأمین بگردان. آمین. خدایا ما را در مقابل این توطئه های بزرگ جامعه ما، کشور ما، شخصیت های ما را یاری بفرما. آمین. توطئه ها را به خودشان به توطئه گران برگردان. آمین. ما را در محور قرآن، در محور اخلاق پیامبر، خدایا به هم دیگه نزدیک، مهربان، دلسوز بگردان. حقیقت اخوت قرآنی را در جامعه ما خدایا با دلسوزی، با بیداری متبلور خدایا و محسوس بگردان. عزیزانی که با حضورشان، با اخلاصشان، از دوستان رسانه و گزارشگر تا جوانان عزیز، برادران و خواهران، آحاد عزیزانی که در این مراسم با حضورشان این صحنه را روز به روز عظیمتر و معنویتر می‌گردانند، به احسن وجه از همگان قبول بفرما.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. اذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله افواجا فسبح بحمد ربك واستغفر انه كان توابا. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. Mm-hmm.